باز هم خوش آمدید. در دو انفجار در نزدیک استادیوم فوتبال بشکتاش در شهر استانبول ترکیه کم از کم 29 تن کشته شدند و بیش از 160 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های ترک میگویند که هدف هر دو انفجار که شنبه شب رخ دادند نیروهای پلیس بودند. یکی از انفجارها انتحاری بوده است. ترکیه در ماه های اخیر گواه چندین انفجار مرگبار بوده است که جنگجویان کرد و گروه داعش مسئولیت آنها را پذیرفتند. مقام های ترکیه می گویند که یک انفجار انتحاری و یک موتربم نیروهای پلیس را در شهر استانبول آماج قرار دادند. گواهان رویداد از شنیدن صدای تیراندازی پس از انفجار نیز خبر می دهند. هنگام انفجار من در موترم سخت تکان خوردم. چند ثانیه پس از آن صدای تیراندازی آمد و پلیس ها فریاد می زدند. من رفتم تا به آنان کمک کنم. این رویداد تنها دو ساعت پس از آن رخ داد که هواداران فوتبال استادیوم بشکتاش را ترک کرده بودند. تا کنون 10 تن در پیوند به این انفجارها بازداشت شدند. این یک حمله طرح‌ریزی شده ناپسندیده و خائنانه است. همکاران ما در حال بررسی هستند. دو انفجار رخ داد که یکی از آنها حمله انتحاری بوده است و بررسی ها درباره آن جریان دارد. ترکیه در ماه‌های اخیر گواه چندین حمله انتحاری و انفجار مرگبار بوده است. هرچند مسئولیت برخی از این حمله‌ها را گروه داعش پذیرفته است، اما حکومت ترکیه در بسیاری از رویدادها جنگجویان کرد را مسئول دانسته است. این گروه‌ها نیز مسئولیت چندین حمله را بر نیروهای ترک در استانبول و انقره پذیرفتند. بیننده عزیز، در مورد این رویداد در ترکیه و اوضاع در ترکیه و همچنان تاثیرگذاری این گونه حملات بر روابط ترکیه با کشورهای دیگر با مهمانانمان بیشتر بحث خواهیم داشت. آقای عبدالرشید رشاد، استاد دانشگاه از شهر اسکاریای ترکیه با خود داریم و همچنان در استودیو آقای بصیر احمد یوسفی، آگاه روابط بین الملل با ما هستند. این بحث را با آقای رشاد از ترکیه آغاز میکنیم. آقای رشاد، عرض سلام بر شما، سپاسگزارم از اینکه فرصت را مایه ساختین. بین در مورد این رویداد که در استادیوم فوتبال بشکتاش شهر استانبول ترکیه رخ داده بیشتر بگوین در آغاز. سلام عرض ادب میکنم بر بینندگان تلویزیون طلوع. اخیرا دو انفجار شدید در شهر استانبول در نزدیکی استادیوم ورزشی بشکتاش اتفاق افتاد. این البته یکی از خونبارترین حملاتی بود که از سوی گروهی تروریستی پی‌کی‌کی یا داعش گفته می شود طرح‌ریزی گردید و عملی گردید و این خودش ای را نشان می‌دهد که بعد از بحران سوریه و عراق و کشورهای همجوار می‌خوان در ترکیه یک سلسله حملاتی به اصطلاح تروریستی را انجام بدن که تا اذهان مردم در مقابل ترکیه خراب بسازن و ترکیه را بخواهن به نحوی مدیریت بکنن و مدیریت دولتی و حکومتی ترکیه ایجاب بکنه که یک سلسله تدابیر در قسمت امنیت خود بگیره. ترکیه در حال حاضر با 4 گروه همدی به اصطلاح امنیت ترکیه را در خطر مواجه بسازه و نیروی ترکیه را مصروف نگه بداره، با 4 جبهه بجنگه. گروه پی‌کی‌کی یا همون کردها به اصطلاح اتحاد دموکراتیک کردهای سوری، داعش و اخیرا مسئله کودتای فتح‌الله گلان است که 4 موضوع در ترکیه فعلا در حال بررسی و مقابله با این 4 تیم بزرگ که حکومت ترکیه در هر ازگاهی که بخواهند در پرتگاه برسانند مقابله میکنند و خوشبختی در اینجا است که دولت ترکیه پایداری خاص توانسته از بیشترین حملات و از بیشترین آسیب ها جلوگیری کنند. در غیر آن بعد از سوریه در آجاندا ترکیه بود و تا حال نتوانستم بعد از 5 سال هم ترکیه را در زانو بشانند و ترکیه هنوز داره برای موضع گیری های سیاسی در سطح بین المللی پا
پابرجاستند. آقای رشاد، در مورد کسان کامل این رویداد هستند، مشخصا دولت ترکیه چی گفته؟ واقعا عاملانش گروه داعش است یا کرداس یا کیا است؟ در این زمینه تا حال پیشرویایی که صورت گرفته، حداقل یافتهایی را که از جانب نهادهای امنیتی ترک صورت گرفته باشه، چیا است؟ خب گروه پیکیکه و داعش در شک وجود داره که احتمال قوی این دو گروه باید انجام داده باشه و روی تا حال در این موضوع هم 13 نفر گای گفته میشه، 14 نفر گای گفته میشه، 13 نفر در این قضیه دستگیر شده و تحقیقات در این زمینه جریان داره و فعلا اوضاع به حالت عادی خود برگشته و تکرار به اسلام آقای اردوغان در فعلا با نخست وزیر ترکیه فعلا در حال به اسلام بازدید از خانواده شهدا و زخمیان این رویداد هستند. آقای رشاد، دوباره به شما برمیگردیم. اینجا هم در استودیو آقای یوسفی با ماست. آقای یوسفی سلام بر شما، سپاسگزارم از حضورتان در تلونیوز. این حمله که درست در استانبول ترکیه صورت گرفته، چگونه تعبیر میکنین؟ واقعا بیانگر چی است در مورد نادای امنیتی ترکیه و کسان کامل این گونه عملات هستند؟ از دید شما چی هدفتون بال میکنند؟ شکر. سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز و گرداننده برنامه. سپاسگزارم. و ضمناً درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، نسبت میلاد مبارکشان که امروز هست بر کاف ملت افغانستان و جمله مسلمین جهان. همانطور که به جریان است، دیشب در طی 45 ثانیه دو حمله صورت گرفت. حمله اول از این هدفی بود که نیروهای پلیس را بکشانه به محل. او حمله در از یک انفجار بود. وقتی که پلیس میرسه، پلیسای ویژه به اونجا میرسن، گارد ویژه میرسن، انتحاری وارد میشه، وارد صحنه، که سبب میشه که در مرحله اول 29 نفر کشته به جای بگذاره و تا به لحظه های پیش تعداد کشته شدگان به 38 نفر میرسه و تعداد زخمی ها به 166 نفر میرسه در ابتدا، که یک تعداد در همه ابتدا رخصت کردن در 15 نفر یا 20 نفر و باقی مانده همه در شفاخانه حضور داشتن و یک تعداد هم بعد از این مداخل دکترها جان خود از دست دادن. حمله که در اینجا صورت گرفت، در این خوشکی نیست که همونطور که آقای رشاد مطرح کردن، چندین گروه، اضافه تر از 4 گروه، داعش از یک طرف، گروه هایی که نسبت داده میشه به گروه فتح‌الله گولن که نسبت دارن، اون از دیگه طرف پیگی، از دیگه طرف یه پیگی، از دیگه طرف پیکاکا، از دیگه طرف، اینا هر کدام سعی دارن که به داخل ترکیه خود در حقیقت برسانن و تخریبات به وجود بیارن. اما چرا این صورت گرفت؟ در اگر به خاطر داشته باشیم، هفته گذشته صدر اعظم ترکیه سفر داشت به مسکو با مقامات عالی رتبه مسکو، در اونجا نشست و بازدید داشتن، با آقای پوتین نشستهایی داشتن و اینا. در طی این نشست ها یک سلسله تفاهمات به امضا رساندن، اما کاملا آشکار نشد، ولی به شکل کلی آقای بینالی الدریم بیان کردن که گویا که ما در کل تفاهمات با همدیگر کنار میاییم، به شکل مرموز یا مجمل قضایا رو بیان کردن در ابتدا. و این رو میبینیم که هر باری که از رؤسای ترکیه و بیرون از مرزهای ترکیه، به خصوص با بلاک نظام کمونیستی سابقه بگم یا روسی فیلی و یا ممالک که در مدد پالیسی از اینا در یک قدم حرکت میکنن، در یک خط حرکت میکنن، سفر میداشته باشه به تحقیب از او، یک انفجار در داخل ترکیه است که خود مقامات ترکیه هم این بیان میکنن که هرگاه ما گام موفق برای خاطر اقتدار بهتره در ترکیه قدم برمیداریم، میبینیم که همه روز جواب بشه توسط حملات انتحاری یا حملات متفاوت برعکس دیگه ما در داخل ترکیه ایره برداشت میکنیم. خب چرا اینا صورت میگیره؟ اصل قضیه اینجا مهم است. در
داعش در داخل افغانستان هم این مداخلات خود داره، قضایار این تاریخ رو داره، در ترکیه هم داره، در داخل سوریه هم است، در داخل عراق هم است و در نقاط مختلف دیگه کشورهای اسلامی این قضیه به وقوع میپیونده. سرسب گرچه ما جلسه شورای علما رو که به نمایش گذاشتیم دیدم، انتظار داشتم که علمای کرام یک مطلب رو بیان بکنن، خلایی که از عرصه تعلیم و تربیه به وجود آمده است، کمی و کم رسایی قضایای دینی سبب شده که قضایای دیگه افراد در حقیقت برزی افراد بدن، قضایای دینی رو تکمیل کنم و اینا رو بر علیه این ممالک، حالا چی افغانستان چی ترکیه یا هر مملکت دیگه که باشه، در مقابل از اونها استفاده بکنم. این در حقیقت یک خلای دینی است که در اینجا به وجود آمده. اما داعش چطور موفق میشه؟ اگر اخبار دیروز دیده باشیم میبینیم که در داخل خاک سوریه یک گام دیگه هم به طرف الباب برداشتن و یک سلسله موضوعات موضوعی چریکی خود اونا از دست دادن مخالفین از اینا و در این عملیات ها ترکیه اشتراک داره و این اشتراک و این فتح بعضی مناطق که اونا داشتن سبب شد که داخل ترکیه این عملات رو به این شکل اینا انجام بدن و در داخل خاک عراق هم میبینیم که یک سلسله پیشروی ها به شکل کند است، گرچه مرموز است، ولی اینا هم اثرات خود در داخل خاک ترکیه میبینیم به جای میگذاره. خب اینا همه بر میگرده و همه کودتایی که به تاریخ 15 جون در ترکیه به وقوع پیوستن، یعنی در حقیقت یک نقطه میتونیم تاریخی قبل از 15 جون و بعد 15 جون دوباره برخواهیم گشت. آقای رشاد سلام دوباره به شما. واقعا از زمانی که این حمله در ترکیه صورت گرفته مردم ترکیه در چه حالت هستند و چه تعریف دارن از این حمله و واقعا واکنش هایشون چی بوده؟ فقط صورت میگیره حملات تروریستی صورت میگیره یا کودتا صورت میگیره، یک بار دیگر مردم ترکیه را در مقابل دشمن های خاک ترکیه مستجدتر میسازند و این تو حادثه البته اولین حادثه نبوده که در ترکیه اتفاق میفته. ترکیه داره کم کم در این رویدادها به اصطلاح عادت میگیره و کلا مردم ترکیه از این بابت متاثر هسته و در مقابل گروه های تروریستی و کسانی که ترکیه را به مخاطره میندازن هر روز داره احزاب و سازمان های درونی ترکیه را با همدیگر نزدیک میسازه در مقابل مداخلگرها مشت محکمی را میخوان بکوبن و از این قضیه به نحوی دولت سود میبره، به خاطر که خب وقتی که اگر دولت مقتدر وجود نداشته باشه طبعا این مسائل در سوریه اتفاق افتاده یا در عراق این مردم ترکیه خبر داره از اطراف ترکیه، از این خاطر بیشتر رجوع میکنن برای حمایت دولت ترکیه. ولی با این هم خواستشان از حکومت ترکیه برای جلوگیری از این گونه حملات چی است؟ یعنی این حملات به گفته شما حملات تازه نیست و ترکیه داره عادت میکنه با این گونه حملات انتحاری و انفجاری که در این کشور رخ میده. و خواست مردم از دولت ترکیه بیشتر در مسائل امنیت خود تدابیر جدی داشته باشه و دشمنای درونی و دشمنایی که وجود داره در درون نظام برقرار بکنه، یک سلسله افرادی هنوز هم در دستگاه های ممکن امنیتی وجود داشته باشه، ممکن در دیگه بخش ها به خاطر همکاری در با این گروه ها فکرهایی داشته باشن، به خاطر مردم منسجم میشن و از دولت خواستاری هستن که حداقل تامین امنیت نمایه و این مردم میفهمه که این کار توسط سازمان های منطقه‌ای یا استخبارات بسیار بزرگ جهان در عقب این گروه ها قرار دارن. در واقع شما ببینید آقای فتلاگلان در کجا زندگی میکنن و پیکیکی را کیها بیشتر تمویل میکنن. این موضوعات است که مردم ترکیه از این موضوع آگاه دارن، از این خاطر بیشتر دولت تحت فشار قرار نمیدن و دولت همکاری میکنن برعکس. آقای رشاد سپاسگزارم دوباره به شما برخواهیم گشت. آقای یوسفی، آقای رشاد قبلا باورمندیشان این بود که خب بحرانی که ایجاد شده بود و کسانی که این بحران را در این منطقه مدیریت میکردن، یعنی برنامه قسم ترخیزی شده بود که بعد از سوریه نوبت برسه به ترکیه، ولی دید شما در مورد این گفتار چی است؟ واقعا ترکیه هم در صدر فهرست اون کسانی است که برنامه آوردن بحران را در این کشور داشته باشن؟ ببینیم اگر ما به تاریخ لااقل 15 سال گذشته ترکیه برگردیم یا 20 سال گذشته ترکیه برگردیم، ما در ترکیه نه حمله انتحاری داریم،
و نه غیر از اون. یعنی تمام تشنجات داغ در داخل ترکیه نبرد به شرق ترکیه به سرحدات بین عراق و ترکیه است که گروه پیکاکا در حقیقت رو به دوش داره و ایره پیش میبره. اما چی شد که امروز این حملات به داخل کشانده شده؟ اقتدار فعلی اقتدار اسلامگرا است، طرفدار فکر اسلامی هستند در حقیقت و این فکر با دنیا در حقیقت در تضاد است فعلا، به خصوص با بلاک غرب که سعی دارن که مشکلات رو برای ترکیه ایجاد بکنن تا جایی که ترکیه بالای آلمان، بلژیک و اتحادیه اروپا خیلی به شکل شدید اعتراض کرد که چرا شما از پیکاکا حمایت میکنین، چرا پیکاکا در ممالک شما به شکل آزادانه میای بر علیه ما تظاهرات میکنه و از یک طرف ما هم پیمان هم هستیم، ما برای کردا هم در اینجا حق دادیم، حزب خاصی از کردا وجود داره، کردایی که مفکوره تقریبا دموکراتیک دارن در داخل ترکیه فعالیت دارن و ضمن از اون تعداد کردا هم با حزب خود عدالت و توسعه خود ترکیه از نظر فکری با اونا فعالیت دارن. یعنی کردها در اینجا حقشان ضایع نشده، بخصوص در دوره خود اردوغان ما بر از اینا میگه رادیو دادم، تلویزیون دادم، مکاتب کردی را آزاد ساختم، چرا امروز میبینیم که بیشتر است؟ در حقیقت همون شکل که آقای رشاد کم اشاره کردم یک کم بازتر میسازم. 15 جون یک نقطه تاریخی است در حقیقت به همون استراتژی قبلی عمیقی که در سطح ممالک همه اسلامی خاورمیانه که ترکیه هم به حساب شمال از او قرار میگیره که ترکیه هم جزء از این بود اما در به زبان آورده نمیشد. در حقیقت بحث تجزیه خود ممالک از ترکیه شروع میشد، قبلا هم به دوره اون عثمانی هم از ترکیه شروع شده بود، عثمانی تجزیه شده بود که عراق و سوریه و این ممالک خرد و کوچک دیگه تشکیل شده بود، حالا دوباره که خواسته باشن که قطعات را کمک کوچکتر بسازن باز از ترکیه پس شروع میکردن که ما افغانستان هم شامل از این قضیه بودیم، تجزیه بعض ولایات ما مربوط ایران میشد، بعض ولایات مربوط پاکستان میشد، پشتونستان تشکیل میشد، مربوط یک قسمت مربوط تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان، این تقسیمات در سطح افغانستان همین قضیه مطرح بود. یعنی عمق استراتژیک قبلی که حتی چندین بار در رسانه‌های خود آمریکا هم در سطح اخبارها برآمده بود، در افغانستان هم به نوع در لایقت ای رسیده به نقشه به ریاست جمهوری و به سطح ارگان‌های مربوطه، معمولا این در همون زمانهای حدود 10 سال گذشته رسیده. چرا امروز می‌بینیم که تشنجات اوج پیدا می‌کنه در منطقه و امروز که او کودتا به ناکامی انجامید در حقیقت اصل کلید از بین رفت؟ پس حالا این کشورها دنبال از این هستن که خب ترکیه هم باید سرنوشتش معلوم بکنن؟ خب حالا بحث سرنوشت ترکیه خب بحث جداگانه است، ولی لااقل جلوگیری از فعالیت های اقتدار فعلی میخواین بکنن، چون هرچی که این اقتدار یعنی فعلی قانع میشن تنها به این که قدرت و صلاحیت و دستای ترکیه را بسته کنن و بسای فعالیت هایش محدود بسازن، یا اینکه باز هم بس آوردن بحران در ترکیه در صدر است؟ من فکر میکنم که خیلی کار مشکل است در شرایط فعلی، چون ترکیه آقای پوتین حدود یک و نیم سال پیش بود یک بیانیه در رابطه با ترکیه داد که امریکا متوجه باشه که ترکیه با سلاح خود میجنگه، این نمایندگی از یک قدرت میکنه. وقتی که یک مملکت توانایی ساختن سلاح خود داشته باشه در حقیقت دیگه نیاز به بیرون پیدا نمیکنه و با سلاح خود بجنگه، راحت میتونه بجنگه. این یک هشدار بود در حقیقت که آقای پوتین داد که ترکیه او ترکیه قبلی نیست و بردی برنامه های دیگه هم تا حد تیارهای جنگی و تیارهای شکاری هم تا سال 2023 تریزی کردن ترکا که به رسانه به نشر رسیده. در حقیقت اینا سعی دارن که جلو توسعه خود ترکیه رو فعلا بگیرن، همزمان با همی این قضیه انتحاری دیشب، حمله دیشب آقای اردوغان سفر دو روزه داشت به قزاقستان و این سفر به تعویق افتاد. خب به تعویق افتادن این سفر در حقیقت جلوگیری از رشد و توسعه خود برنامه‌های ترکیه در سطح منطقه میکنه که بعد از اینکه اسلامگرای در اقتدار ترکیه به قدرت رسیدن میبینیم سفرهای متعدد در ممالک اسلامی را آغاز کردن که قبل از اون اینا رو سفید دوباره به شما برمیگردیم و خواهی رشاد شما هم بیشتر بگوینید که واقعا ترکیه حالا با این حملاتی که صورت میگیره واکنش های بعدی خود حکومتش و راهکارهایی را که حکومت ترکیه عملی خواهد ساخت چی بوده میتونه؟ یعنی رابطش با جانب روسیه، با دیگر کشورها، همین گونه بس رابطش با امریکا و غرب؟ یکی از مشکلات عمده
ترکیه جنگ با چندین جبهه و مسائلی که قبلا ذکر کردیم است که ترکیه در حال حاضر مثل اروپا یا آمریکا یک مجموعه کلان مطمئنی که همپیمان باشه و برایش اعتماد بکنه وجود نداره. در حال حاضر ترکیه در حال جستجوی یک همکار بسیار قوی به خاطر رفع تهدیدها میگرده و اصلا میتونه روس باشه، میتونه ممالک دیگری وجود داشته باشه که با ترکیه همکار باشه و ترکیه از بابت بلاک غرب متاثر است و اخیرا رد عضویت ترکیه در اتحاد اروپا اینا میرسونه که اتحاد اروپا با مقابل ترکیه به یک نظر مثبت نگاه نمیکنن. به این خاطر است که بیشتر تلاش میکنن ترکیه را مصروف نگه بداره و قرار است بعد از سال 2023 ترکیه دست به اقدام پروژه های بزرگ اقتصادی معادن بزنه، از اونها جلوگیری بکنه. ترکیه در حال حاضر بیشتر اقتصادش از توریسم از موردات تولیدی هست که بیشتر با معادن سرکار نداره. با این وضعیت تانسته که مستقل با بلاک غرب معامله بکنه حرف بزنه، در صورتی که رسیدن و چنین ایده یا دستاورد میتونه غرب را یک مقدار جگرخون بسازد، چون که ناامنی خود ترکیه باعث میشه که روسیه هم همچنان در تهدید و در مشکل ایجاد شود. از این خاطر چندین اهداف دنبال میشه که تا ترکیه هم به پای خود ایستاد نشه و هم امنیتش در تهدید باشه تا اینکه بتونن غرب قدرت های مثل روسیه را تهدید بکنه و اذیت بکنه. این از اون مواردی است که ترکیه با پای جان استاد است و از موضوعگیرهای خود برنگشته. هر روز موضوعگیرهایش بیشتر پاورجا هست و اتفاقا مدیریت سپاس آقای رشاد از شما سپاس گذار هستم. و آقای یوسفی از اینکه فرصت کوتاست خیلی به کوتاه هم پاسخ بتین مبنی بر این که ترکیه حالا واقعا بر گسترش روابط خود با جنوب شرق علاقه من خواهد بود یا اینکه تشدید نظر هم خواهد کرد در بحث روابط خود با جانب آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ناتو؟ بس اشتراک در اتحادیه اروپا خواستیر ترکیه تقاضا ازیر داشت که فعلا ناامید شده که اروپایی‌ها ما رو نمیپذیرن، چون چند بار هم در اونجا شعارهای کلیسایی سرداده شده بود که یعنی ترکیه مملکت مسلمان است، در اتحادیه اروپا جایی نداره. چندین مملکتی اعتراض کردن و ایر هم ترکا نادیده نمیگیرن، اما به این شکل در داخل ترکیه ایر سر نمیدن. به خاطر از اینکه در داخل ترکیه بر علاوه اسلامگراها حزب جمهوری خلق ترکیه هم امروز از جمله مخالفین عمده است در خود پارلمان، اگر ایر سر بدن مشکلات دیگه میتونه ایجاد بکنه. یکی خویی قضیه است. دوم این که روس و ترکیه سعی دارن که در بعض قضایا کنار بیان و اکثر تفاهمات بیان، حتی بعض پروژه اقتصادی بزرگ از نظر امضا کردن، بعض انتقال خود انرژی رو به داخل خود ترکیه و از طریق خود ترکیه انرژی رو به آلمان، حتی که در سال همین سال شروع امسال آلمان هم پروژه‌ای که با چیز داشت با روسیه داشت پروژه انتقال انرژی را که خب چندان امریکا از بابت از این راضی نبود که به تعقیب امضای او پروژه دیدیم که شرکت های ولوکس واگون و بنزینا در داخل امریکا منهدم شد که اینا را در این رابطه خیلی اعتراضات سخت صورت بگرفت. خب در اینجا میبینیم که قطبای جدید در حال تشکل است، به خصوص ترکیه که در محور قرار گرفته. ترکیه از موقعیت استراتژیک فوق العاده بالای برخوردار است، چنانچه اسکندر در همین بحث میگه که اگر میخواست باشم دنیا رو کنترل کنم پایتخت ما باید استانبول باشه. سپاسگزارم. یعنی به بارمندی شما این است که خب ترکیه هنوزم به انتخاب نهایی خود نرسیده؟ نه. سپاسگزارم آقای یوسفی از حضور شما در جان ما و همچنان آقای رشاد از اینکه از ترکیه با ما بودین. از شما هم سپاسگزارم.